نکته بعدی اینه، به نظر من نظر حقیره ها، شما 10 تا این اضافه میکنید یکی 4 تا کم میکنه، نظر من بی سواد. شما با تطبیق دادن نیازهای خودتون با معصوم منظومه فکری ایشون رو طلب میکنید و این بسیار بسیار مهمه و از نظر من مهمترین اتفاقی که میفته اینه. ببین یه موقع هست ما میفهمیم یه کسی چی میخواد چی نمیخواد، یه موقع هست هنوز نخواسته میفهمیم چی میخواد. طرف همجه سر میچرخون جمعه یاد دستم کاغذی میخواه، نشسته آنالیز که میگه خب این الان مثلا یه چیزی خورد احتمالا مثلا دستش کثیف شده، داریم و نگاه کن لابد دنبال دستمال کاغذی میگرده بذار زودتر. بعضی دیدی اینجا شیش دونگن و هیچ چیزی مثل خواست و نیاز اینها رو جهت نمیده. اینو بدونید اصلا این حرف کل دنیای مدرن اینه، تقاضا. اصلا تبلیغات ایجاد تقاضا در شما میکنه، از طریق ایجاد نیاز در شما اون عرضه اون کالایی که تو کارخونه تولید کرده رو میتونه غالب کنه به مشتری، واقعا غالب کنه به مشتری. فارسی انگلیسیش میشه پاچینگ. اون تقاضا رو تحت تاثیر قرار میده. اینجا اصلا شما با تطبیق دادن و یکی کردن نیازهای خودتون تقاضای خودتون با امام منظومه فکری میگیری. هستن کسایی که خیلی حرف عجیبی ها گفتم هم سالها پیش قبلا، هستن کسایی که روایت میذاری جلوشون حذف میکنی قائلو گوینده رو حذف میکنی نگاه میکنی این باید حدیث پیامبر باشه، میدونه رسول گرامی اسلام با توجه مقتضیات زمانی فرمایشی ازش نقل شده توش حوزه بیشتر چه مدلیه. شما واقعا مثلا تفاوت در نهج البلاغه رو کلام امیرالمومنین با بقیه میبینید، حتی از پیامبر هم جملات اینجوری به ما نرسیده. پناه بر خدا، من نمیگم پیامبر نمیتونستن رو بگه، قطعا بهتر از امیرالمومنین میتونستن بگن. بحث بر سر اینه که این فرصت ظهور و بروز نبوده. یا جنس کلام امام سجاد علیه السلام تو صحیفه رو نگاه میکنه میده خیلی اصلا دای عرف موسی یه چیز دیگه است، یه مدل دیدید اصلا از زمین تا آسمان یه جایی فرق میکنه، کلماتی که استفاده شده یه جایی سبکش. ما اینجا با دعا با تطبیق پس نیازهای خودمون منظومه فکر میگم. اصلا به شما بگم اتفاقی تو دنیا داریم افته همینه، چطوری یه نفر غرب زده میشه تنظیمات نیازاش جابجا میشه تمام. تو چند وقتی حس میکنی که تو هم باید سگ داشته باشی، یه نیاز جدید در تو وجود اومد، سبک زندگی عوض خواهد شد، منظومه فکریت هم. یعنی تو با یک کالا با یک مسئله مقوله حرف هر چیزی که اون نیاز رو برآورده میکنه منظومه فکری اینا رو میگیری. قرب مثل اختاپوسه، یعنی یه توکشو میکنه تکثیر میکنه، معماریشو ورداری بیاری معماریشو فقط بگیری سبک زندگیش هم گرفتی. یه 10 سال بعد به خود میبینی اه این همونو داره. برای مثلا میبینی که خیلی نکات هست به ما گفته شده انجام ندید، مثلا معصوم میفرماد که پدر مادرتون به اسم کوچیک صدا نکن. همه فیلم های خارجی رو نگاه میکردیم ای پیتر به باباش میگفت، بعد اون مترجم هم انقدر نمیفهمید اون کسی که مسئولیت، حالا اون دوبلر بنده خدا مردشور هر چی بیارم بعد ترجمه دوبله کنه، اون کسی که اینا رو ترجمه حالا مثلا به جای پیتر بگو بابا. این مسائل فرهنگی سنسورای خودشو میخواد، اینا نمیفهمن. بعد تو چی؟ بعد میبینی الان داری میشنوی
مخصوصا تو اونایی که حالا زندگی مدرن تر دارن. اینجا وقتی میگم مدرن، اصلا مدرنی که من تو ذهن من با مدرنی تو ذهن شماست خیلی فرق داره. اصلا حس نیست، ذره توی ذره و برق نیست وقتی من میگم مدرن. نه تحمیق بشران، مثلا نیازهای بشر از نیازهای الهی برد سمت نیازهای حیوانی. تکنولوژی هم باش هیچ مشکلی ندارم، استفاده میکنم آخرین مدل رو، بروزترین هاشم لازم بشه. مسئله بعد این که تکرار این دعاها القای شخصیت در من و شما میکنه، خیلی مهمه. آروم آروم منظومه فکری رو که گرفتی، شخصیتت هم همینجوری میشه. نقل میگن این وزارت مستعمرات بریتانیا تو کشورهای مختلفی که کار میکرد، گزارش از مسئولان اونجا که میرسید به انگلیس، تو انگلیس یه کاراکتر شبیه همون گذاشته بودن، گزارش ها رو میدادن میگفتن بخون این شخصیت رو به خودت بگیر. مثلا توی ایران مثلا اینا مواجه بودن با یه آیت الله العظمایی که هر لحظه ممکن بود فتوای جهاد بده بابا اینا رو در بیاره. یه دونه اونجا گزارشات مربوط به این شخص رو که از ایران میرسید وزارت مستعمرات میفرستاد به لندن، اینا میدادن به این بنده خدا، میگفتن بشین بخون، و حتی اون لباس رو تنش میکرد که حس داشته باشه، سنس بگیره. ریش میذاشت، ریشش رو بلند میکرد، عمامه میذاشت به سرش وقتی میرفت محیط کاری. بشین این گزارشات رو بخون و اون شخصیت رو بگیر. خب حالا ما فردا میخوایم سر نفت این بلا رو سرشون بیاریم، من فتوای جهاد میدم. این انگلیسی ها سب کنید. با وقتی شما نیازهاتون دائم تطبیق دادی با این دعا رو تکرار می‌بینید که تکرار خیلی موثره. تکرار ما رو به نتیجه میرسونه. برای آ نماز تکراری به چه درد می‌خوره؟ اینم چی ضربات کلنگ تکراریه برای کسی که داره چاه میکنه. دقیقاً همین تکرار رو به آب میرسونه. این تکرار القای شخصیت شکل می‌گیره. یعنی شما آروم آروم شخصی میگه هی صبح تا شب نشستی، مثلا هر روز اینایی که توفیق دارن خوش به حالشون میان زیارت عاشورا میخونن، یه آقا این زیارت عاشورا بخونید، با کاری به تلویزیون ملویزیون نداشته باشید، پخش میکنه یا پخش نمیکنه. بنده مجرب دارم یه حرفای عجیب غریبی من شنیدم، میگن نمیدونم زیارت عاشورا بخونید نمیدونم بلا تو زندگیتون زیاد میشه اینها. کسایی که این حرفا رو میزنن حتما نمیدونم چه حجتی دارن برای خودشون، جز خیر و برکت تو زندگیتون نخواهد. این حرفا چی؟ سعی هم بکنید از ما توصیه که با افتخار، چون قبلا گفتم اینو میگم، اصلا بذار هیچ اجری براش نمونه، مهم نیست. من گفتم من سالهاست با صد لعنت صد سلام میخونم، روز بوده 6 بار خوندم، 6 بار با صد لعنت. کربلا بودم 6 تا امام داره، گفتم به نیابت از هر کدومشون یه بار میخونم. جلسه بودیم طرف داشته حرف میزد، ما بیکارون بغل نشسته بودیم، تو یه روز 4 بار خوندم. نه از آسمان شاب زنگی اومده، نه جز خیر و برکت. از قضا تایمایی که یه وقت ممکنه یه روزی یادم بره یه چیزی بشه، مستحب مؤکد کردم بر خودم یادم بره. از قضا معتقدم وقتی یادم میره اتفاقاتی برام میفته، دقیقاً برعکسش. من یعنی تجربه شده، من اینجور دیدم. حالا هی تو اینو تکرار بکنی، یه روزی 100 بار سلام میدی و همه این سلامات جوابش واجبه، به تمام شهدای کربلا داری سلام میدی، 100 بار اینو تکرار میکنی، 100-150 تا هم شهید، 1500 تا همینجوری جواب داره، او برای تو درخواست سلامت میکنه، چه کسایی یا نه مستجاب و دعوت. امام حسین برگرده به تو بگه سلام بر تو. حالا آدم که اینجوری فکر میکنه میگه من صبح و شب سلام بدم به امام زمانم. بله، هر قلوب آب میخورم سلام بدم به امام حسینم. این بیا آروم القای شخصیت. چرا؟
هی داره میگه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خدایا زندگی ما رو زندگی اهل بیت قرار بده، مرگ ما رو مرگ اهل بیت، ممات ما رو ممات. خب این الغای شخصیت صورت میگیره الان. یه حرکت اشتباهی هم ازش سر بزنه یه خب خدا وکیلی زندگی اهل بیت این بود، خجالت نمیکشی، حیا نمیکنی، دیدی میری تو اون قالب. بعد دعا بیم، دعا بیم، دعا کنیم دلمون خواشه. یعنی فاتحه یه چیز رو نمیشد به این خوشگلی خوند که همچین تعبیر استفادهش. جامعه امام کش را حضرت سجاد با دعا برگردوند، با دعا. این که یه امام و پیرهنش رو تکه تکه میکنن، سر پیرهنش دعواس امام حسین با چه نیتی و امام دیگری امام رضا با چه نیتی پیرهن رو هم تکه تکه میکنن برای تبرک جستن، چه اتفاقی تو اون جامعه افتاده؟ نه عصای اجدا شده، نه کسی رو آب را رفته، نه ماهی دو نیم شده، نه خیر، اهل بیت عرضه شدن. استانداردهای اهل بیتی و فرهنگ اهل بیت و زندگی اهل بیت ساری و جاری شد. بدونید تشیع به صورت کلامی مناظری به این شکل منتشر نشد در ابتدا. تشیع با سبک زندگی منتشر. اصلا ما ایرانی ها سبک زندگیمون شیعی شده بود قبل اینکه شیعه بشیم. یه هولی میخواستیم. یعنی سنیمون هم دنبال توسل بود، سنیمون هم دنبال شفاعت بود. سنایی شاعر سنیمون هم میشه اسپامیشون میگفت لعن الله یزید و علا آل یزید، فوش میداد به معاویه و بنی امیه. شاعر سنیمون هم وقتی میخواست از خلفا شعر بگه برای خلفای راشدین شعر میگفت، برای اونا هم گفته، برای اونا نیم صفحه گفته، به امیر المومنین که میرسه اصلا ورق بر میگرده، صفات بر میگرده، اصلا انگار تا قبلش در مورد لامپ داری حرف میزنی، یوی در مورد خورشید داری حرف میزنی. تمام خواستش شاعر یوی میاد میگه شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. گفت کل این شهر رو چرخیدم تو تاریکی دیشه، با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. آدم میخوام، انسان میخوام، میگه کی؟ میگه علی میخوام. خب این شاعر سنیه، فرهنگ اهل بیت بوده، سبک زندگی اهل بیت بوده. اینجوری نمیگه بریم بشیم که آقا بیا از همین امروز تو مثلا شیعه شدی بعد این کار کنه اون کار نکنه. آرام آرام مثل این نسیمی اومد، هر بار یک جهتی ارتقا داد این جمعیت، جمع رو جمع. دعاها این کار میکنه. خدا رحمت کنه آجای فاطمینیا رو، یه جایی نقل میکرم گفت من حج بودم یه دعای عرفه هم امام سجاد داره، من خودم نخوندم این دعا رو هنوز، گفت چون دیر شده بود، میگفت من این دعای عرفه امام سجاد رو خوندم، میگم بلند بلند داشتم میخوام میگه یه دم صدا گریه یا این پشت میاد. ما دوام تموم شد که الجزایری بود، سنی بود، گفت پری تو گریه، گفت این حرفا مال کیه؟ آقا اصلا شما بیاد بگذاریم که اینا صدر اسلام چی شد، اینا همش ساخته پرداخته، خوبه سلمنا بسم الله به این صحابه از هر کدومشون چی مونده به دست ما رسیده. ها بریم سراغ کی بریم؟ آقا مگه برادران عزیز اهل سنت ما نمیگن که صحابه هر کدوم مثل ستاره هن، مثل نجوم هن و هر کدوم دوست داشتید اقتدا کنید؟ آقا من با دب اکبر پیدا میکنم، تو با دب اصغر پیدا کن. آقا من ستاره قطبی بیشتر باش حال میکنم، باش با ستاره قطبی، ذات الکرسی برای من باش. آقا
هر جو عشقته بفهم فقط کجا میری. اینو میگن دیگه. باشه من اصلا همینو قبول دارم. والا من تو ستاره ها دارم میرم میچرخم، از علی ستاره تر پیدا نمیکنم. تو شبم مثل خورشیده. آخه وقتی این خورشید نمود پیدا میکنه دیگه ستاره چش نمیاد که. تو روزم ستاره ها هستن دیده نمیشن، چش نمیاد. میگه چی؟ میگه ول کن امامت قدیر و اینا، همه رو میذاریم کنار، گوشم تاقچه خوبه، گوشم صندوق قفلم زدیم درش، کلیدم دادیم تو قورت بده حل داداش. بسم الله ببینیم چی ازش مونه. نهج البلاغه بفهم. بعدی مناجات امیرالمومنین میذارم واسه کمیل، میذارم واسه شما. چی داری؟ اوج خواسته یکی از صحابه این بوده که یکاش گوسفند می بودم، منو سر می بردن با ما گوش درست میکنن. خدا گوا و من اینو نیاوردم که کتاب خودش. کی جرأت کرده بره رو منبر بشینه بگه سلونی قبلا تفقدونی؟ کی جرأت کرده تو تاریخ بره بشینه بگه که هر چی دوست داری، زمین تا آسمون، سمک تا سما، ماهی تا هوا، بگو چی دوست داری بپرسید جز امیرالمومنین؟ یعنی یه جایی اصلا شما نباید بحث رو اون شکلی انجام بدید. یا بسم الله این مدلی بحث کن. اینو چند بار عرض کنم، حالا من دوست دارم تو این ستاره ها دنبال اون ستاره برم که پیامبر رو معصوم میدونست. خب بقیه ستاره ها پیامبر رو معصوم نمیدونستن، میدونید دیگه، فقط تو وحی ایشون رو معصوم میدونستن. عین یهودیا، عین اندیشه یهود. چهار جلسه مسجد جامع امام سجاد 3-4 سال پیش اینو سخنرانی کردم، برید گوش کن. آج خانم سرش درد گرفته، باباش اومده خونه میگه اون دعای یهودیه رو بیار بذار سرت سردت خوب بشه. میگه قرآن بذار. آج خانم داره با پیامبر صحبت میکنه، میگه تو ظاهرن فکر میکنی پیغمبر یا نکه انت تزمان یا رسول الله، تو فکر کنم استغفر الله زعم یعنی چی؟ یعنی پندار غلط دیگه. تو فکر کنم باورت شده پیغمبر یا زن پیغمبره. حالا اونجا وحی میومده، برای همین بود یه جمله میاد یخه سکون سکون یا رسول الله. بله امن الله او منک، این حرف خود آیا از من الله او منک، این از خودته، اینا از کجا در آوردی اینا رو؟ حدیث داره میگه یه اختلاف نظر بین پیامبر و خلیفه دوم اتفاق افتاد، اختلاف نظر بود، بعد جبرئیل نازل شد نظر خلیفه دوم تایید کرد، روایت نقل کردم. عجب خدایی، خب همو از اول همو پیغمبر میکردی. خب وقتی خب بیشتر میفهمه. شما فکر کنید شما از امیرالمومنین تا پیامبر زنده است چی شنیدید؟ چند تا مشورت شنیدید؟ از حضرت عباس وقتی راه میفتن تا کربلا برسن چند تا مشورت مثلا به امام حسین داده؟ امیرالمومنین اصلا بعد از پیامبر لب باز کرده که انهو. چرا؟ تا رسول الله شما کی حرف بزنید؟ بعد پیامبر میگه بابا تونی به صحیفه حدیث قرطاس، صحیفه تبد داد یا قرطاس یا چی به من بدیس بنویسم لن تزلو بعدی. بعد من گفت 7 جای صحیح بخاری اومده، 7 جاش میگه قال فلان ان الرجل ليحجر غلب عليه الوجعين، قاطی کرده تزیون داره میگه. بده من بابا گرفت پاره که. ببخش من عذر میخوام، من مخلص جسارت، حالا شما من دخالت نمیکنم تو کارتون، حالا اجازه بفرمایید من تو این ستاره، این ستاره ای که قائل بر اینه که پیامبر کاغذ خواست بهش کاغذ بدید و من اینو میخوام، شما برو دنبال اون ستاره ای که میگه نه پیامبر اینجا متوجه نیستش، دست و پای پیامبر میگه به زور نگه داشتیم مثل بچه‌ها لد و دارو نمیخورد، به زور نگه داشتیم لددنا، به زور از گوشه لپش دارو ریختیم تو حلش، با افتخار تعریف کرده صحیح بخاری.
بعد که بیهوش شد به هوش اومد گفت جز عموم عباس که تو این کار شما دخلی نداشت همه تون از داروه بخورید. آقا ظاهرن دارو نبود یه چیز دیگه بوده دیگه. آقا فکر کنم به همه شربت دادن، شربت دادم. میگه آقا از این شربت به جمع من بدید، حالا به ما دادید، جز اینه؟ میگه جز عموم عباس که تو کار شما نقشی نداشت، یعنی اون بنده خدا مقصر نیست، خبر نداره. یعنی اینجا یه خرابکاری که میگه خودتونم بخورید اگه راست میگی. ما هم نخوردیم اما دارو رو خوروندیم و بعد پیامبر به رحمت خدا رفت. آقا ببخشید اینو پیشه به خدا قسم شاید بازپرس صحنه قتل ببری، میگه همشونو بگیرید اینا قاتلن. دعا سبک زندگی یاد میده، دعا نیاز یاد میده، دعا به شما یاد میگه چی بخوای چی نخوای. دعا اون الجزائیه رو فیوزاشو میپرونه. یه اینا چیه؟ ما یه عمر مسلمانی کردیم همچین الفاظی نشنیده بودیم. اینا 1400 سال پیش یه نفر گفته. بله. مسئله بعدی اینه که من تو این مقدمه جلسه اول میشه مقدمه به خود دعای ندبه نمیرسیم، اما اینا لازمه، نه فقط در مورد دعای ندبه، در مورد همه دعاها. من ساعت ماعت هم ندارم، جام نمیبینم، به من تایم بدید چند بار 50 دقیقه است، یه ساعت خوبه دیگه. دعا خط تماس با عالم بالاست. آقا تلفن یه تلفن بزن، آیا موبایل ماهواره‌ای به ما بده، اون دعا اون موبایل ماهواره‌ای است. اون چیزی که اگه همه قطع شد تو اونو داری، بقیه نه، این نیازهای حیوانیه. بعدم نیست اون، میگم نیازهای حیوانی، میخوام بگم بعدم نیست، اون پسته. بالاخره گاو و گوسفندم آب میخوان، غذا میخوان، جفتگیری لازم دارن، هست نیازه، حالا بعدم نیست، اما فقط این باشه بعده. بله، چون موقع فکر نکن طرف گوسفند میشه، نه بل هم ازل عمرن گوسفندم نشه. برای کسی که زندگیش همین باشه اصلا عمرن همون گوسفندم نشه. گوسفند راحت ازدواج میکنه، ببینم چی کی میتونه انقدر سریع بره زن بگیره. اصلا همجه تو گله یکی رو میبینه خوشش میاد میره سراغش، به ایش کم ربطی نده. جز اینه. اون عقاب میگن اونم اگه سواد داشته باشه میگن اونم از 150 متر میتونه روزنامه بخونه پدر سوخته. چشمایی داره، ما که نداریم. گربه رو چند طبقه پر میکنه چهار دست با میبینه ورزیده تره. یوز بلنگه نمیدونم با چه سرعتی میدوه، پیشش لاک‌پشت محسوب میشیم. و دیدی اگه فقط بخوای به حیوان تو همه حیوانا میری صف آخر صف اون تک جا میگیری. ترتیب فراز و نشیب دعا با نیازهای پیچیده روح ما هماهنگ. یعنی اون کسی این خواسته ها رو قرار داده که میدونسته الان تو چه ویتامینی لازم داری. عین یه پزشکی که میگه آقا یه هفته اینو بخور، بعد اینو بخور، بعد اینو بخور، بعد این کارو بکن. آزمایش تو دیده. میگه ببین قرص آهنه رو سر صبح بخور، کامل میخوام جذب شه. این قرص رو با غذا بخور. کسی که کامل آگاهی کامل دارد بر همه عوالم میتونه ما بگه الان چی لازم داره چی لازم نداره. یالا اینو بخوا، اول این کار کن، ببین بهتره این دعا رو این ساعت انجام بدی، اینجا انجام بدی، بینو طول این باشه، تو نماز شب باشه. برای همینم هم نمیشه هیچ کلمه ای رو جایگزین کرد، هیچ کلمه رو. طرف عرض کردیم شنیدید خدمت امام صادق عرض کرد یا مقلب القلوب، دعای معروف قریق ثبت قلبی علی دینی که گفت یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینی. حضرت برخورد کرد باشه، ببین چیزی بنده خدا کم نکرده، گفته خدای مقلب القلوبی، تازه یه چیزی اضافه تر بدیم به خدا، مگه بعد یه سرتیفیکیت دیگه هم میدیم یا مقلب القلوب و الابصار. حضرت برخورد کرد گفت اینه اینجا حق نداری اضافه کنی. آقا کم که نکردیم، چیزی اضافه هم گذاشتیم.
اینا دقت میخواد. آخر آیه قرآن مثلا یه چیزی میگه خدا، بعد آخر میگه ان الله مثلا سمیع و علیم، مثلا حالا مثلا به جای سمیع و علیم نمیدونم مثلا ان الله علی کل شیء قدیر بود، ما چی میفهمیدیم؟ ها میخونیم یا الله هر چی هست یتقلقلون میکنیم میریم جلو، نه چی میفهمیدیم مثلا علیم به ذات الصدور لا دی. نه اونجا اون بعد گفته شه، ما که نمیفهمیم، اون که گفته میفهمه، اون پزشک میدونه میگه این قرص اینجوری باید بخوری. برای همین دقت در کلمات، نوع واژگان، فرازها، فقرات دعا، همه اینا دقت بخواد. برای من اصلا توصیه اینه دعاهایی که زیاد میخونید خب یه دور برید شرحش رو مطالعه کنید یا گوش کنید که این ثبت بشه تو ذهن شما، بعد که اون دعا رو میخونه اون کلمه رو که میگه تمام اون اطلاعات یه بار دیگه ریویو میشه، یه بار دیگه شخم میخوره میاد بالا. حالا ما به اندازه بضاعت خودمون شروع کردیم دیگه، از زیارت عاشورا، مقامات زیارت عاشورا صحبت شد، آل یاسین رو توی اربعین گفتیم، ها دونه دونه همینجوری داریم پیش میریم. و یه چیزی که هم همیشه دوست داشتم این کار رو انجام بشه و توفیق نداشتیم همین دعای ندوه بود. و اینم عرض بکنم، من دعایی سراغ ندارم، من نمیدونم، من سراغ ندارم در مورد حضرت صاحب زمان به این دقت. شاهکار این دعا، شاید 200 جلسه بشه راجبش حرف زد. کلمه کلمش یبن تاها، چرا تاها؟ یب تاها کیه؟ باز کنون منظور از محکمات کیه که تو بعد فرزند محکماتی؟ باز کنون اینه هادم و ابنیت شرک و نفاق، میاد ابنیه شرک و نفاق رو خراب میکنه. ابنیه شرک و نفاق یعنی ساختموناشون رو خراب میکنه یا ساختارها و سازمانها و نهادسازی هایی که مشرکانه است، منافقانه است، کفر آلوده، ساختمون رو خراب کردن که 2 دقیقه یه بمب میذاریم یاد پایین. سیستم هاشون رو از کار میندازه، چه سیستمی رو دوباره سوار میکنه؟ و این رو هم تأکید بکنم، بنای ما تو این جلسات این نخواهد بود که مثلا رسیدیم اونجای توی دعا مثلا یه لفظ امامته بعد بگیم خب حالا بچه ها امامت چیه، 10 جلسه بریم امامت حرف بزنیم. نه، نخ تسبیح خود دعاه. یا هر لغتی رو شروع کنیم 10 ساعت در موردش حرف زدن. نه، با این وجود میگم واقعا چه بسا بشه 100 جلسه راجع به دعا حرف زد. چه عجیبه. از خود ابتدای تاریخ شروع میکنه و بعضون سکنتهو و یه دی در بهشت ساکنشون کرده، همو حضرت آدم شروع میکنه تا آخرش و نحنا نقول الحمدلله رب العالمین، ظهور شکل گرفته نشستیم میگیم الحمدلله شد. آقا این اتفاق افتاد. کل این سیر تاریخ بشر رو، بخشش که اتفاق افتاده رو می، بخشش که باید اتفاق بیفته هم آمادمون میکنه. اصلا دعای به بچت میخوای امام زمان شناسی یاد بدی، مهدویت یاد بدی، بعد با دعای ندبه یاد بدی، از همه از قصه حضرت آدم باید شروع کنیم. به خدا ما که این کار رو کردیم نتیجه گرفتیم. همینجور توضیح بدی بید. باید دقت بشه. حالا جلسه بعد انشالله راجع به سند دعا میخورده، نه خیلی عرض کردم مثلا بنا نیست خیلی تو این بخشایی که از نظر بنده حاشیه است جدی بریم، راجع به سندش هم صحبت کنیم. از من اون چیزی بنده رسیدم دعا معصوره،
یعنی این کلام کلام معصومه. حالا اینکه امام صادق یا امام زمان اختلاف نظر، از نظر من فرقی هم نمیکنه. آمین. همشون یه نور واحدیه. و نکته آخرم این که برای امروز این هفته این که سعی کنیم خودمون رو دانود بی بار بیاریم. یعنی حالا که اینجوری تام میفهمم منظور دانود بی چیه، نه همین اونو نمیگم، اون بله اون حالت ایدئالشه. از اینکه همین که بتونیم خودمون مقید کنیم به خوندن دانود بی و یاد بگیم دست رفیقمون رو با زن و بچه‌تون بلند شید بیاید و آروم آروم شیرینیش رو خواهید چشید. از ما گفتن اونا که الحمدلله خودتون این کارید میدونید، اما شیرینیش رو خواهید چشید و برکاتش رو زندگیتون خواهید دید، مادی و معنوی. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا تو رو سوگند میدیم که ما رو عامل به دانسته‌هامون قرار بدیم. خدایا ما تو رو سوگند میدیم که هر چه سریعتر ظهور آقامون و سرورمون رو برسونیم. خدایا تو رو سوگندت میدیم به خون امام حسین و یارانش که ما رو هممون از مسببان اصلی که نقش کلیدی مهم و خیر در ظهور حضرت دارن قرار بدی، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.